سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرزادم امروز با ماست سلام امروز ابزوی سن 95 و ما برگشتیم با یه ابزوی دیگه چیزی داریم اولش بگیم یه سلام ازم پایین برم خاک پر سرتون اینو بچه ها تو تلگرام من خدا رو دیدن یه رفیق گولی نه رفیق ما که نیست ولی خب دوست داریم آره برین بریم ترکیه بهش بگیم میایم نمی بعد گوشی زنگ میزنه گوشی کیه آقا سایلنت کنید گوشی ها واقعا موقع زد گوشیتون سایلنت کنید خاک بر سرتون آها من اینو بگم که هفته اپیزود بعدی که میاد سه شنبه با آقای مزجبرانیه و اینکه مازجبرانی. امیدواریم که دوست داشته باشین دیگه یه مسابقه خیلی کوتاه ولی خب مفصل. به نظر خودمون مفصل باشین داشتیم و در مورد موضوعات مختلف باشون با صحبت کردیم و اینکه نو... فوریه هم دارن میان ونکوور کسایی که ونکوور هستن اگر که دوست دارن به ما یه مسیج بدن که ما بهشون بگیم چجوری میتونن بیلیت ها رو تهیه بکنم ولی خب نه تو مسج مازجو... ندید بزنید نه. تو ماجوبرای.com برید میتونید ام... ما که کاری نیستیم آره نه ما که کاری نیستیم واقعا ماجوبرای.com بزنید میتونید بلیط رو تهیه بکنید بریم سر اپیزود کار سرتون گفتم که این هفته موضوع روز براتون برم و از این دوران سگی که توش گیر کردیم میگه کم بدترش کنم مثلا و در مورد مرض و مریضی براتون صحبت کنم این چند هفته اول سال 2020 قوی شروع کرده آره آره خیلی قوی شروع کرده شروع کرده مخصوصا برای ایرانی ها. قشنگ داره میچرخونه یعنی میچرخونه <تصفح> ها مریضی آره. <تصفح> مریضی <تصفح> آره این مریضی <تصفح> کرونا هم که دیگه اضافه شده قوز و بالا قوز آره دیگه داستان شده دیگه خر حالا که در این که حالا این مریضی خیلی مریضی عجیب و سختیه و هنوز درکش نکردیم شکی نیست ولی خب و خیلی یارا متاسفانه تا الان از بین برده فکر کنم 800 خورده ای نه برده. 800 خورده ای مبتلاشون آخرین اخبار 40 خورده ای تا الان از بین 40 خورده ای از بین رفت تا الان ولی خب مریضیه خیلی ای بوده تو تاریخ بشریت که میخوایم در موردش صحبت کنیم ببینیم که تا الان این بشریتی که به اینجا رسیده چه مرضیه راجع به این صحبت میکنی؟ چرا اونم میگم دیگه اجازه سه صفحه خوش در مورد همه مرزا. تمام مرزا اولیش <تصف> اول بگم که ما هیچ کدوم دکتر نیستیم اطلاعات پزشکی تخصصی هم نداریم و این اطلاعات رو با خوندن مقاله مختلف مختلف به <تصفح> دست آوردیم و اگر خدایی نکرده چیزی رو جا به جا اشتباه یعنی گفتیم به آب بگید که تصحیح کنیم و از الان هم میگیم به بزرگی خودتون ببخشید کافیه این من نظرت یا حتما <اتمن> فوش میخوریم میخوریم <تصفح> میخوری. پولیو. پولیو اولش از پولیو فلج اطفال که همون بیماری که یه سری می میریختن پس حلقتون موقعی که بچه بودین تو قطره فرج اطفال خوردی آره من یادمه ما توی اکباتان که بودیم یه جاهایی میگفتم فلانجا قطره میدن و ما همه <laughs> رو رفتی خوبید. ما تقریبا همه رو دو سه جا مثلا یه دفعه یادم ما داشتیم رفتیم یه جایی با مادر و پدر و اینا کنار خیابون یه بوس زده و پشتی زده بود روی مثلا پارچه نشودن قطعه فرج اطفال ما مست... رو کردن به ما یه قطره اونجا دادن زیاد بوس... میخوردی فلجه میشه والا نمیدونم دیگه ما در ما کار از محکم کنیم میخواست عیب نکنه و یادم مثلا یه بوس خیلی مثلا کثیف کنه همینه غیر بهداشتی هم بود نه اینجوری شد مشکلات خیلی عدیده بیشتری وجود داره نه دلیلش مطمئن نمیشم که خب این چی یه صدای نه یه صدای رفت نه اون صدای فرزاد بود نه نه صدای هیچ چی ای... نشد یه گوشی شد برام داره قطع واس میشه هدفونت حالا خب ادامه بده صدا نمیشه هیچ چی ایو خاک بر سرت داری نه همیرو میاد مثل بومرنگه کاش اینطوری نمیشد امروز اشکال حالا ادامه بده حالا آداد... من هم تو ادامه میدم ولی این خراب شده بعد درستش کن ام فرج اطفال گفتم که میتونه خیلی خطرناک باشه و توی اطفال میتونه طرفات جانی زیادی به بار بیاره مخصوصا برای افراد زیر پنج سال این مریضی توی سال 1900 چ... بین سال 1940 و 1950 خیلی شیوع و عجیب پیدا کرد و موجب شد که واکسنش صادر بشه به تمام اقصانوات دنیا و اصلا توی بعضی از کشور را مجبور بکنن خانواده ها رو که بچه ها رو در واقع واکسن بکنن بکنند که به این بیماری مبتلا نشن نمیدونم توی ایران اجباری نبود چرا اونجایی که من اجباریه آره بابا اصلا آره همین اجباری این حالا ویروس هم هست این فلج جتفا آره شاید جالب باشه بدونی که واگیردار هم هست و از شخص به شخص هم منتقل میشه و رایج ترین راه انتقالش حالا نمیدونم چرا آدم باید اینطوری در واقع انتقال پیدا بکنه ولی از طریق ارتباط با مدفوعه کسایی که به این بیماری بی بی آلوده شدن یا مثلا مدفوع فیسیز تو انگلیسی بشه بله. و اگر مثلا شیعی یا شخصی آبی مثلا غذای چیزی هم آلوده بشه به این بیماری به این ویروس چندین هفته طول میکشه تا از بین بره یعنی مثلا شما اگه شیعی داشته باشین که منتقل شده در واقع این بیماری بهش خورده چندین هفته بعدم اگر که مثلا پاکش نکنید میتونه این مشکل داشته باشه فضا نبل کنید فنا اوکی هم هفتاد درصد افرادی که آلوده میشن هیچ نشانه ای از این مریضی از خودشون بروز نمیدن یعنی در واقع اتفاقی براشون نمیفته و میتونن به زندگی ادامه بدن 25 درصد افرادی که آلوده میشن علائمی مثل سرماخوردگی براشون به وجود میاد که مثلا مثل, مثل گلو درد و خستگی و سردرد و دل درد و اینجور چیزاست ولی باقی مونده متاسفانه به بیماری خیلی سختی دچار میشن که اعضای بدنشون دونه دونه شروع میکنه فلج شدن نخواهشون آسیب میبینه در واقع میتونه آسیب ببینه و اگر به دستگاه تنفسیشون هم برسه که متاسفانه خیلی سخت میشه زنده موندن براشون فرضت میخوای اونو نه درست اصلا داره خورد میکنه حالا تمام این مریضی ها برمیگردم میپرسم که آیا در خطر همچین موضوعی هستیم الان یا نه خطر هست اما کم است مثل اون چیز آب بود که هست اما آه. کم است <applause> نه از اینجا فرض به کمک حالا واکسینه کردن این کودکان مختلف تعداد بیماری گزارش شده از 1988 تا الان تا 2018 از 3350 هزار تا به 33 تا در سال نه کلن در سال دیگه در سال آره در سال از سه زا... سی سر و هزار... هزار تا به 33 تا تو کل دنیا آره در کل دنیا و حالا چیزی هم که جالبه بدونید اینه که آمریکا دیگه از قطره استفاده نمیکنه و اینا رو به صورت واکسن میزنم میگن قطر اونقدر سیف نیست ام. به خاطر که یه قورت نده با الان داشتم فکر کنم قورت نده یا حالا جالب بود که میگفتم بعضی از این کسایی که قطره رو استفاده کردن همون قطره باعث شده که حالا آره بیماریه رو بگیرم و به صورت سختش رو بگیرم و متاسفانه خلاص شد آره 18 بار خوردی 800 هزار بار من این قطره رو خوردم پشت مینیوز بعد دومیش ایبولاه بله که یادتون میاد این ویروس هم همطوری که اسمش رو قبلا شنیدین و میدونید ویروس کشنده محسوب میشه که متاسفانه به صورت میانگین 50 درصد کسایی که این ویروس به این ویروس مبتلا میشن جونشون رو از دست میدن و ویروس ایبولا پنج مدل مختلف داره که چارتاش تاش میتونه به انسان منتقل بشه و میتونه باعث مریضی انسان بشه یه مدلش هست که فقط برای حیواناته از کجا اومده میدونیم اینو آره بگو میام. بگو این ویروس اولین بار در سال 1976 کش شد و به نظر چی عاملش بوده؟ رابطه با حیوانات خفاش رابطه با خفاش نه ولی خفاش بوده که اینا رو می آوردن یه سری خفاش هست که می آوردن توی مارکت های مختلف می که بخورن دوستان و اون رو عامل این ویروس بودن و خفاش هم یکی از در واقع یکی از اصلی ترین راه های انتقال اون, اون بیماریه که خیلی راحت هم به انسان منتقل میشه و وقتی هم تو بدن انسان باشه از انسان به انسان از طریق مایات بدن یا از طریق حالا زخمای روی پوست و یا ارتباط با اشیایی که این ویروس رو دارن میتونه خیلی راحت منتقل بشه حالا ترسناکیش اینجاست که افرادی که خوب شدن از این ویروس مثلا این طرف به این ویروس مبتلا شده بعد خوب شده چندین ماه بعد که مثلا با این رابطه جنسی داشتن این ویروس رو انتقال دادن کنه. آره به اون افراد ام و این ویروس حالا میگم به این افراد انتقال دادن وقتی که وارد بدن انسان میشه بین میتونه عوارضشو رو از دو روز تا 21 روز وقت داره که نشون بده که از تب و سردر شدید و درد ازولانی و بیرون روی و حالا و خونریزی مرگ یعنی <laughs> دیگه آخرش مثلا میرسه به مرگ و اینا خبر حالا نمیدونم خوب محسوب میشه یا نه کسایی که از این موضوع جان سالمه در میبرن حداقل تا ده سال دیگه این بیماری نه. آره ایمن هستن و به این بیماری دوچار نمیشن در حالا بدترین دوران این ویروس هم سال 2014 تا 2016 بود دیگه که تقریبا 28600 نفر به این بیماری در واقع گفتن که مبتلا شدن و تقریبا 11310 نفر جون خودشون رو اوه اوه. از دست دادن خیلی آره خیلی حالا سوال اینه که خطر ایبولا وجود داره الان اینم هم خیلی کمه در ماه جون 2016 تمام شدن ایبولا رو تقریبا اعلام کردم و گفتن که توی اون کشورهایی که بود که مثل کانگو ماداگاسکار و اینجور جا بود گفتن که این و لایبریا گفتن که دیگه این وجود نداره و اینکه ولی خب توی کشورهایی که از حالا از لحاظ پزشکی خیلی فقر زیادی دارن و حالا جاهایی هستن که اونقدر بهداشتی نیستن اون کشورها هنوز دیده میشه مثلا مثل کانگو ایبولا هنوز داره ادامه پیدا میکنه و مثلا تعداد کیس های کمی هم ازش وجود داره که هنوز گزارش میشه اگر که حالا به کشور کانگو مثلا سفر نکنید احتمال اینکه از این بیماری حالا به این بیماری مبتلا بشید خیلی کمه بعدیش هست سیویر اکیوت رسپیتوری سندروم یا همون سارس, سارس. خودمون این سال 2002 آها دو دو که در سال 2003 حالا دو سه دنیا رو داشت میگرفت آره به صورت خیلی جدی شروع شد و پخ شد که یه ویروس از خانواده چی همین کرونا ویروس خودمون آره. یعنی همین کرونایی که الان دارید دوازش میشنوید یه مدل میوتیت شده یا پیشرفت کرده یا تغییر کرده از سارس برعکس نیست سارس یه مدل از کرونا است سارس زیر مجموعه کرونا بود درست سارس آره. زیر مجموعه کرونا است ولی خب اینم احتمالاً چیزی که من داشتم میخونم اینه که میگفت تمام چیزاشون عین همه یعنی اونم روی دستگاه تنفسی و سینوس و اینا میاد در واقع اثر میذاره و اینکه همشون زیر مجموعه کرونا ان حالا احساس میکنم اینم بعدا براش این کرونای جدیدم براش یه اسم دیگه انتخاب میکنم بعدم میگن زیر مجموعه کرونا ولی خب همشون از یه خانواده که همشون برمیگردن به سرماخوردگی اکثر افراد مبتلا به این بیماری بین دو تا ده روز نشونهای خودشون رو در واقع نشون میدن و عوارضی که داره که مثل سردرد و تب و بدندرد و غیره ولی مشکل خیلی اصلی این ویروس اختلال, اختلال شدید در دستگاه تنفسیه که اکثر اون کسایی که این ویروس رو میگیرند به زاتوریه متاسفانه ختم میشه شما می ویروس رو میگیرید آخرش میرسه به زاتوریه تا آخر سال 2003 770 نفر از 8000 نفر جون خونشون رو از دست داده بودن که این بیماری گرفتن درست. آره و این بیماری هم از طریق هم مایات بدن از انسان به انسان منتقل میشه شاید بپرسید که ایمان این بیماری از کجا اومده خفاش به نظر شما این بیماری از کجا اومده خوفاش. از, از خفاش خفاش در کجا چین در چین آخه بابا آقا نخورید خفاش خفاش چیز مسخره ای هم هست اصلا نمیفهمم خب تو ایران کله پاچه ما میخوریم جای دیگه دنیا هم نمیخوریم بابا خفاش آخه اصلا چی داره خفاش شما صحبت کنید تو من یه چیزی داره دیگه لابد من تو که نمیدونم شما سوپ خفاش خوردی نه من چیز یه بار دیدم یکی پخته بود گنجیشک گنجیشک من یه سایزی آره گنجیشک تو ایران میفزن. گنجیشک میخورن خیلی کوچیکه آره با گنجش می‌زدم می‌خوردم آخه ببین خفاش دیگه واقعا ستمه حالا دیگه تو فرهنگشون هست ما چیکار کنم من این هالیوودو هم چیز میکنم و مقصر میدونن رو ساختم فکر میکنن مثلا هر کی بخوره باور کانسپیر <تصفیق> الان نبود مثلا کلاغ میشد مثلا بد کلاغمند میشد یارو خیر سرش حالا در خطر این بیماری هستیم یا نه راستش بگم آره این بیماری سارس وجود داره همونطور که گفتم از خانواده کرونا و همین بیماریم که الان داریم در موردش میشنویم و میبینیم و اینا که چین رو تقریبا ریخته به هم تمام مدارسشون تعطیل شده تو سال نوشون هم هست کردن سال, سال نو هم حالا سال, سال, سال چیه سال موش <applause> خوب سال خوفاش نیست سال خوفاش <applause> ام، اینا... که ستاره بینی نام دیگه میافتادن به جون که ببینید سال خفاش خفاش انرژیشو فرستاد آره کمرتون باز کرد <applause> بعد ام، که الان خیلی خوب میگم این کرونا سر صدا کرده این هم یک در واقع دوباره همین کرونا میتونه میوتیت بکنه و میتونه تغییر پیدا بکنه و میتونه از نوعی به نوع دیگه تبدیل بشه که برای بدن آشنایی نداره و آدما میتونن متاسفانه از این بیماری بگیرن دیگه خیلی چیز سختی میتونه باشه که الان حالا میگفتن که توی استرالیا تو گفتی اومده الان نشون هم صبح یز. خوندم رفت استرالیا اروپا و استرالیا, استرالیا. استرالیا. هنگ کنگ هم کلا حالت امرجنسی کرده یه سری چیز هم داشتی تو میخواستی بگیدم <متصفيق> آره آبش. یه زیر مجموعه دیگه که زیر همین کرونا هست یه سیندرومه که اسمشو گذاشتن نش... فارسیش الان نش که آره تنف... تنفس یعنی بیماری تنفسی خاور میانه یا و اصلا یه ها آره. بستنش به خاور میانه یه چون از, از دو که پیدا شد توی عربستان بعدم رفته رفته توی امارات و قطر و امان و یمن آره فکر رسیده آره همونه بعد اره. گفتن اینایی که الان اینم هم بایسش بیسش همون بیماری تنفسیه اینو گرفتن تو چین به همین به همین هم امکان داره که ختم بشه یعنی دو یعنی برگرد یعنی میوتیت کنه دوره به این یا چی اه... یا میگن از کلا از شطور شروع شده نه نه اونو نمیگن همون خفاش رو میگن آه. حالا تو آره قرار نیست برسی به کرونا من میخواستم همینقدر در مورد صحبت کنم زیاد آخرنا هیچی در موردش نیست آره منم زیاد اطلاعاتی آره دقیق نمیدونم آه من فقط چیزی که دیدم توی آمریکا چون خیلی چک میکردن اینا ولی یه کیس توی شیکاگو هست خب و یکی هم همین سمت ما سیاتل پیدا شده جدی؟ افرادی بودن که به اون شهر توی چین سفر کرده آه. بودن اخیرا یه دونه هم همین یکی دو ساعت پیش توی تگزاس یه یه یادم... آره چینی صرفه کرده که تو قرنطینه است تا دوشنبه دو روز دیگه مشخص میشه که ایشون داره یا نه و همه فروشگاهایی که ماسک میفروشن توی حالا تگزاس ماسک رو فروخت حالا یه چیز جالب که هست من میگم اطلاع درش وجود نداره من داشتم دو سه جا میخوندم تو بی بی سی در موردش خوندم توی وبسایت های مختلف توی وب دی ام در موردش خوندم و اینا میگفتن این مدل MD. وب این چیز جدیدی که در موردش اومده این ویروس کرونای کرونا جدیدی که اومده حتی نمیتونن درست تشخیص بدن که یه شخص این ویروس رو داره یا نه به خاطر دیدی که چه الان چیز میکنن نه را تو فرودگاه اینا گذاشتن چک میکنن میدونی چه جوریه یه چیز من عکساشو دیدم اون بموبه. چیزی که میگه اون دمای بدن رو میسنجه یعنی آره فقط میبینه تو تب, تب داری, یا نه بعد یه موردی بوده این خانم چینیه که رفته بوده پاریس مثلا قبل پیاده از از هواپیما این قرشو تبر تب می‌خوره خب دمای بدن میاره پایین آه. و این چکو که میکنه هیچ نمیفهمه با. و این رفته آه. تو پاریس یه عالمه عکس از رستوران و این داستانا گرفته و اینا بعد مثلا فهمیدن که مشکل داره و سفارت چین توی پاریس اونو چیز کرده یعنی این چکایی که تو فرودگاه میکنه اینو کش کن طرف یه دونه قرص تبر خورده باشه اصلا علائمو نمی‌فهمه. آره و حالا چیزی یه نوشته بود میگفتش که الان هر کسی بیاد مثلا در مورد این صحبت کنه مردم میرن گوگل میکنن به فرض داشتیم میگفتیم دیگه میگفت مثلا من چیز دارم این بیماری رو دارم و این میتونه یه پنیک خیلی عجیبی توی جامعه آه. به وجود بیاره برای همین گفتن که تا مطمئن نشن یه راه خیلی مطمئن برای پیدا کردن اینکه طرف بفهمن که این مشکل داره یا نه پیدا نکنن احتمالا هیچ چیزی در موردش نمیگن حالا ترور میگفتش که یه تیکارا پخش کردن که حالا خبر یعنی یه, تیکه از خبر بود که دکتری صحبت می‌کرد که آره این ویروس داره میاد تو آمریکا اینا حواستون باشه دستاتون رو مثلا زیاد بشورید چه به نوام از میگه بابا شما هر سری به ما خبر میدید یه ویروس وحشتناک یه مریضی وحشتناک میاد راه حل چه دستاتون رو بشورید مثلا زامبیا حمله کردن تو شهر دارن میان یعنی بخواه شما دستاتون رو فعلا بشورید آره خب راست میگه فعلا آره بشورید دو چند کار دیگه هم که میتونیم بکنیم که جلوگیری کنیم اینه که افرادی که مثل من مریزند کانتکت نداشته باشید میری بیرون اصلا تخم مرغ و گوشت اگه دارین درست میکنین مطمئن میشین خوب بپزه که مثلا خفاش نخوری نخورید کنار حیوان هم نباشید کلا دیگه بخیار ببخشید حیوان نه گاو و گوسفند و اینا اگه سگ دارید دیگه باید دیگه کنار بره. اینجا بره. یه عالم چیز هست هم... رستوران و فروشگاه چینی هست دیگه نباید آه یه خبر اومد همین یه دقیقه پیش به خاطر عید چینی ها دوش میگفت این ها رو همون لحظه نخونی نه من آخر سی رو سی شمده, شمده بودم خب اه... همین امشب تو ونکوور دو تا جشن بوده واسه عید همین همین, همین الان کنسل کنسلش کردم خیلی بده خیلی خیلی بده ببین آخه یهو ول کنه تو جامعه دوباره ده هزار تا میشه ده میشه دیگه آره برم گردیم به همون <صحیح> عددت. بریم سر بیماری بعدی اسمال پاکس یا آبله من داشتم آبله مرغانیز آبله مادر احتمالا فکر میکنم این اولین آبله ای بوده آه. که به وجود اومده این حالا توی تاریخ از بین رفته شاید هم مثلا تصور کنید که آبله مرغونه ولی مثلا فکر کنید که آبله مرغون در صده و من بهتون پیشنهاد میکنم که نرید گوگل کنید و عکسشو ببینید چون واقعا اذیت میشه میماندی. خب شب الان این کارو میکنم هیچ وقت گذر میکردی ازش برید گوگل <Google> کنید اصلا <تصح> فرق نداره دیگه دیگه آره. و اینکه میگن که در سال ده هزار بی سی این مریضی افتاد به جان بشریت بی یعنی فور کرایست قبل از مست قبل از آره تقریبا چار هزار نفر رو تو اروپا کشت آبله آره که این یک سوم جمعیت اروپا بوده نه بابا. خیلی آره یه آره یک سومشون بوده و از کسایی هم که زنده موندن از اون بیماری یک سومشون کور شدن متاسفانه نه بابا آره این بیماری خوشبختانه از سال رفته, رفته که دیده نشده و به نظر میاد که از بین رفته به کمک واکسن و, و وقتی نقضش آره حالا ملوترش آبل مرغونه دیگه و ولی به اون شدت دیگه تا به حال هیچ جای دنیا گزارش نشده پس در خطر نیست شاید براتون جالب باشه که من آبل مرغونم و از ایمان گرفتم ای جدی؟ آره. آره. از ایمان به ما رسیده بعد خونه و اینا دوم دبستان دوست... بودم آره من رفتم مدرسه و گفتم برو خونه ما دوم دبستان بودیم بعد من تو اون موقع نگرفته بودم بعد هی هم میگفتن آب و خونه هر چی دیرتر بگیری بدتره به یه مریض دیگه ای تبدیل میشه ما هم نگرفته بودم بعد ایمان اومد دیدیم گرفتم عیدم بود قبل عید بود آره قبل اسمنیا گرفته ای من این, این من چسبونم خودم به این قشنگ یادمه آقا جو صورتم چسبا به این بعدم تو عید گرفتم تقصیر خودت بوده پس نه از قصد این کارو کردم <applause> که <کار> من بگیرم راحت شم از تو خونه بهش کنه نه نه چیز منه اونو سایلنتش کن آره خلاصه از ایمان به ما رسیده من گیور بودم همیشه حالا اینه که م... یعنی 20 سال پیش 19 سال پیش حالا اینه که میگی معیدمه ما یه مرزات به ما رسید اید مثلا چند ساله نه نه اید بعد بود که ما رفتیم همون سال اید رفتیم شیراز و پسر من آبل مرغون گرفته بود و یادم که ما در واقع با موزا گمنه زندگی میکردن یه خونه بود که یه بیسمنت بزرگ داشت و ما اونجا معمولا میرفتیم فوتبال بازی میکرد زیر زمین بزرگ داشت دو تا از این دوازه کوچیکا داشتیم و مثلا اونجا فوتبال بازی میکردیم هم ستون داشته میگم یعنی <تص> ستونامو <Yeah> <تص> ال میکردیم بعد تنها کسی که میتونست با این بعد بخ خوزی کنه من بودم چون تو آره بودم. من گرفته بودم و اینا دیگه من تمام مدت داشتم با این میگذروندم و, و اون مدت ما چقدر چیز بازی کردیم میکرو وای تو آره برانه. تینیج میوتن نیجا آه. بازی کردیم و خیلی دوران خوبی بود بله. بریم سراغ بعدی تا اون تا اون مرگ سیاه مرگ سیاه یا تا اون واقعا بهش میگن بلک دث که اصلا مثلا مثل اسم یه فیلم میمونه دیگه مرگ سیاه خیلی دیگه ضایع است بدترین مرزی که افتاده به جون بشریت در بین 1346 و 1353 که تقریبا 50 میلیون نفر رو آره میلادی 46 تا 53 آره تو 7 سال چقدر کشته 50 میلیون نفر رو در اروپا چند درصد بوده؟ 60 درصد بیشتر 60 درصد جمعیت اروپا مردن یعنی آره از تو خیابونا هم که همینجور جسد رو هم بوده و این پخش هم میشد این از موش اومد آره این نه این یه خفاش میذارم میرم یه <laughs> <laughs> حشره بوده که این بیماری رو داشته ولی این حشرا خیلی چیزای ریزی بودن توی بدن موش و این جور چیزا در واقع ترافل می‌کردن از توی بدن پرندگان و حیوانات مختلف تیول ارز میکردن میرفتن این برون و به خاطر همین خیلی راحت شیو پیدا کرد و به خاطر اینکه این حشرا این خیلی کوچیک بودن اصلا دیده نمی‌شدن و وقتی که می‌زدن کسایی که مبتلا میشدن تو پنج روز اول متاسفانه فوت میکردن و خیلی هم چیز شده دیگه خیلی هم کسایی که خیلی می میگفتش که خیلی کشند است این بیماری و اگر که درمان درست به وجود نیاد 80 درصد آدم تو پنج روز اول میمیرد این هم ریشه کن شده این هم تقریبا ریشه کن شده و الان چیز دیگه آها آه، نه در مرز خطر هستیم یه جورایی به نزیاد بین سال 2010 تا 2015 تقریبا 3500 نفر به این مرزی مبتلا شدن 600 تاشون مردن در کانگو این کانگو مثل خیلی جای عجیبیه در مادگاسکار هم در سال 2017 2348 نفر مبتلا شدن که 202 نفرشون از بین رفتن و میگن که این حالا این حشره و این بیماری که وجود داره توی اون منطقه از دنیاست و اگر که حالا به اینجور جاها سفر میکنید باید خیلی مراقب باشید جاهایی که برای در واقع درمان اینجور آدم ها رو تهیه دیدن نرید مثلا یو ببینید و فلان و اینا و اینکه متاسفانه از بین نرفته و هنوز ادامه داره سال 2017 و اون بهت گفتم 2346 نفر تو سه ماه فقط اینقدر آدم مبتلا شدن و 202 نفرشون از بین رفتن توی آمریکا و حالا خاور میانه و اینجور جاها چیزی در موردش پیدا نکردم و خوشبختانه اونجاها شیوع پیدا نکرده <مقرد> اینم از مریضی ها مریزی های میگم بدتری هم به جون چیز افتاده به جون بشریت افتاده پنجاه میلیون شهست سرصد جمعیت اروپا حالا داشتیم با بچه صحبت میکردیم یه الان اطلاعاتی که داریم میدیم به خود معروف بهش میگن الان برو ساینس تقویزی که شنیدیم اه... یه بیماری مثل اینکه که همون انسان اولیه رو هیت میکنه و آن چیزی که شنیده بودم اینا میرسن به ده هزار نفر کلا جمعیت کل دنیا باشد. میرسه به ده هزار نفر و اینا شروع میکنن حالا اه... ریپرودوس کردن حالا اینو برای هفته دیگه من دقیقش رو پیدا میکنم یا اینکه جیمی اه بگو ببینیم چی داری شما جالب من حالا بعد این همه مرض و بدبختی که <applause> تو گفتی اپیزودهای های مختلف جوروگیانه که گوش میدم یه پرسپکتیو باحالی داره نسبت به آدمایی که حالا منفی و مثلا میگن دنیا چه دنیای بدی شده مثلا جنگ فلان اینا که حالا واقعیت هم هست ولی نظرش اینه که همیشه تو چند بعض اپیزود من شنیدم میگه که این کیه؟ آها، میگه, میگه. خب؟ یا حتی بقیه دوستاشون هم بله. میگه که مثلا امروز رو مقایسه کنید با اون روزا که آقا راحت مثلا یه مریضی میومد این همه آدم میمردن امروز اونطور نیست پس الانی که هستیم که نمیدونم حالا همه قابل درمانه یه خوب بازم پیشرفته تقریبا خونه داری فلان داری اینا پس بدون که آقا الان اه اوکیه اینقدر بد نیست اینو اره در مقابل آدمای های منفی راه میگه برای من جالبه همیشه تا اینطوری صحبت میکنه آیه روگن ها یه خبر جالب در مورد یه سلمونی تو لندن ولی نری سلمونی با ما باید باشی فقط آره خود جال امروز وقت سن میدارم چهار و نیم خب هیچ چی اصلا بله بله آره آلبومش هم هنوز نیومده چیز یه توییت زد حالا خیلی رندوم اه، آهنگسازش کیه مهیا آره تو گفت که تا آخر سال مجاز میاد تا آخر چه سالی سال شمسی خب فکر کنم دیگه ترسیدن یعنی الان اگه بده و کیف وحشتناک تو... نباشه اما تو این میگفت که خود هیچکس آهنگا رو مثلا ضبطینا کرده فقط آهنگسازی این مهیار تملی کرده حالا... برای بله حالا دیگه باشه البته <تصفح> چی <باید> نیست یه <تصفح> سلمونیه تو لندن که یه آپشنی واسه مشتری داره که اگه میخوان ماشین رو کوتاه کنن یا هر کاری بکنن آقای س... یا خانم سلمون آرایشگر سلمانی سلمون. <تصفح> <تصفح> سلمونی مکانه آرایشگر حرف نزنه ساکت باشه هیچی نگه فقط از صدای قیچی بیاد و ماشین و من خبر خوندم میدم آقا واقعا من دفعه پیش گرفته بودم اصلاح خسته بودم داستان باش برای دکترهای دندونم این مابشن بعد جا... و, بعدش هم جایی میخواستم برم آقا طرف با ما حرف میزد بعدم خب اون حرف میزنه که تو هم حرف با جف جف نه بیشن. یه, دو... اه... آه. یادم رفت اسم فسر رو پسر خوبی بود مثلا آره. حرفای پرسنال نمیپرسید سوال از من ولی آره. بازم حوصله حرف نشد و آپشن خوبیه من شنیدم اوبر هم او یه آپشن داره که آره اگه بخوای رانندت حرف نزنه باهات میتونه اینو بگی حالا آره این آرایشگر <applause> گفتی من اینجا آرایشگر که خیلی باحال مثلا هر سری که میرم این خیلی علاقه داره مثلا از من راجع به ایران و اینا میپرسه که اوضاع چه جوریه هیچ ایده‌ای هم نداره که خب اون سر دنیا چه شکلیه و من این سری که رفت پیشش خب از ایران اومده بودم و گفت عکس و اینا داری من ببینم گفتم ببین من گوشیم یه درصد شارژ گوشی چیه گفتم آیفون بعد رفت شارژه رو آورد من خلاص عکس رو نشونم خیلی <applause> خوشحال و... حالا جالبش اینجا بود بعد گفت مثلا آخر هفته چیکار میکنی گفتم که شاید مثلا برم بورد بعد گفت تو ایران هم برف می گفتم آره گفت پیست اسکی هم داشتی گفتم آره بابا داشتی بعد گفت سنوبرداتون مثلا تو ایران تولید میشد یا مثلا واردات گفتم که نه همین بارکایی بود که اینجا بود وارد ایران میشد بعد مثلا اینجوری نه دیدی اینجا مثلا زیر سنوبردا ها... زیر برد میگم زیر برد مثلا عکس جالب میزنن عکس زن لخت میزنن نه حالا لزوم نداره هر کی یه چیزی دوست داره زنه بگو مثلا باحال میشد اگه تو ایران تولید میشد مثلا شما زیرش یه زن عکس کرد عکس کباب بزرگ مثلا خیلی جالبی داشت گفت یک کباب بزرگ میزدید سیخی کوبیده همه این حرفا با بود آره خیلی باحال خب من بهش عکس کباب نیم متری نشون دادم گفتم ما تو ایران بعد گفت مثلا سیگنیچرتون باشه عکس کباب مثلا زیر بردت باشه خیلی باحال خب حرف نزنن وزیر آن در مورد یه اپلیکیشنی که الان خیلی بورس شده و من شخصا نمیفهمم چیه تیک تاک اسمش شده اینا میخوام یکی درست کنم میخوام درست بای. بای. خیلی جالبه که مثلا من همیشه تو بعضی از اونایی که میخواد با تیک تاک درست کنیم بگید تکنولوژی تکن... اینا که بود حالا مثال اینستاگرام بعد مثلا بابام اینا رو که میخواستیم آه. مثلا جالب بود که مثلا جنریشن بابا اینا ما مثلا نمیگرفتن اینستاگرام و این داستان در صورتی آخرش فهمیدن که چیه و حالا تیک تاک اومده من خودم اون حسو دارم مثلا خواهرم کاملا مسلطه میسازه تیک تاک یا میبینه و فلان و جوکا... من تو اسنپ هم نفهمیدم جوکاشو میفهمه اون من فهمیدم و اونم نفهمیدم فهم... فهمیدم که تو خیلی پیری ووان. بعد تیک تاک که نفهمیدم و, و... ها اون حسو تجربه کردم که مثلا یه چیزو ن... خیلی هم سعی آره. ولی هنوز شاید بعد بیشتر تلاش کنم ولی این هم به طرز عجیبی مود شده چینی آره هم هست جدی چینیه آره تا جایی آم... که من میدونم آره دنیا رو داره میگیره دنیا ایرانی هم ریختن توش نمیدونستم آره حالا این خبر در مورد یه خانم چیز پرستار هستن حالا نمیدونم لوکیشن ها اینا کجا که یه تیک تاکی در واقع درست کرده یا یه ویدیو رو تیک تاک درست کرده که گفته بهترین راه برای جلوگیری از بیماری های جنسی اینه که اصلا سکس نداشته باشید درست گفتنی؟ تکنیکلی درست آره <دید. تصفيق> حرف درسته و این ویدیو راست این مثل اینکه تو تیک تاک خیلی معروفه معروف, معروف نه معروف بوده از قبل نزدیک دو میلیون فالوور داشته رو تیک تاک و اینا بعد این ویدیو رو میزنه و همه شروع میکنن یه سری ها شروع میکنن دیسش کردن و اینکه این چه حرفی زدیو اون زدی چیزه و جوکه و جو یارو رفته و پیش دکتر عکسش در اومده بود دکتر میگه من شبا که میخوابم صبح بیدار میشم کمرم درد میگیره دکتر گفتن خب شبو نخورید <تصح> <تصح> اینم هم همونجوری آره ولی درسته دیگه حرفه بله آره ام... ازارو گرفتی خوب... آره دست دارم تیک -تاک و من دیروز باش آشنا شدم راستو دیشب من باش آشنا شدم بود این سالم کردی و نه نه هزار نه نه نه. نفرم ویو نه نه کسی به من نشون میداد و اینکه اصلا نفهمیدمش و اینکه حالا نفهمیدمش به کنار اینکه خیلی ها توش خلاق نیستن صدا میده گوش <تص> اذیت میکنه و و اینکه نمیدونم چرا ولی <tive> یه دونه تیک <تص> تاک با کارون درست میکنیم استانداردار رو میبریم بالا آقا واسه من ارزش نداری آهنگ راستش خودت فکر هم نداره دونبال آهنگ سیل مرایدن بودم ولی نداشتوش داشتمش آره آنکه یه ویدیو اون دلی بود آره آره, آره خلاص این خانم چی زحمت کشید پتروس شد. چی کپی رایت نیشه خنگ نمی نمیگه درست <تصح> اه خب تمام آره شد فکر کنم جالب باش آره دیگه گرس نه تمام فکر کنم اونجوری نگاه میکنم دیگه تمام دیگه فکر کنم بسش کنیم دیگه کباب مرا میخوام نه آره کف برد خیلی خب مرسی از تمام کسایی که تا اینجا با ما بودن به این شروره آخرش گوش دادن اون آرش نزدی برای همین اونم بذارین اتفاق دیگه آخه داریم ما میذاریم چی آرش نزدی رکورد نمیکنه اون ترک اون یتی رو چرا اون دکمه رکورد نزدی خداحافظ ما توی تمام فضای مجازی اسم توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و تصویری این موضوع رو هم میتونید توی یوتیوب ببینید ما میریم و هفته دیگه با اینترویو آقای ماز جبرانی برمیگردیم فلا خدافز خدافز, Mazda!